سرخط خبرها، آغاز برنامه جدید و وحشتناک دیگر طالبان در سر تا سر افغانستان، تغییر نام داستانی کل افغانستان، تلاش برای افزایش قدرت رهبر، انفجار نارنجک 4 جنگجوی طالبان را در سمنگان کشته و زخمی کرد، متقی طالبان دست تعامل خود را به سوی جهان دراز می کند، و جو بایدن افغانستان با بحران بشری روبرو است. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تغییر نام داستانی کل افغانستان، تلاش برای افزایش قدرت رهبر. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. بر اساس اعلامیه که به اندپندنت فارسی رسیده، ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان دستور داده است که داستانی کل و ادارات آن در ولایت ها به اداره نظارت و تعقیب احکام و فرمان ها تبدیل شوند. در این اعلامیه که در نخستین روز ماه مبارک رمضان منتشر شد آمده است که این اداره به نظارت و بررسی اجرای احکام، فرمان ها و دستورهای رهبر طالبان در وزارتخانه ها، اداره های دولتی و بخش های خصوصی مکلف است. در این اعلامیه آمده است به جای عنوان لوی سارنولی یعنی داستانی کل، عنوان لوی ریاست نظارت و تعقیب فرمان ها و احکام به کار برده شود و ریاست سارنولی استیناف ولایت ها به ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرمان های ولایات مراسمات رسمی خیش را مطابق به نام جدید اداره تنظیم نمایند. در این اعلامیه آمده است که مسئولان این اداره مکلفند تا تخلفات مربوط به اجرای دستورهای رهبر طالبان را گزارش دهند. این اعلامیه با امضای مولوی شمس الدین منتشر شده است. یکی از کارمندان زن در داستانی کل که نخواست نامش فاش شود به اندپندنت فارسی گفت که لوی ریاست نظارت و تعقیب فرمانها و احکام صلاحیت زیاد خواهد داشت و به احتمال زیاد کارمندان زن در این اداره را اخراج میکنند. او گفت که در حکومت طالبان زنان هیچ جایگاهی ندارند و به بهانه‌های مختلف آنان را از اداره‌های دولتی اخراج کردند و این روند همچنان ادامه دارد. او افزود از وقت طالبان قدرت گرفتند ما اجازه کار کردن در داستانی را نداریم، فقط آخر هر هفته برای امضای تقسیم اوقات می رویم و ما شما در اواخر هر ماه پرداخت می شود. من نگران هستم که شاید با تغییر نام داستانی ما را از کار بیرون کنند، چون پیشتر فرمانهای رهبر طالبان مرتبط با مردان است. حکومت طالبان به تلاش برای حذف زبان فارسی در اداره های دولتی متهم شده است و نام داستانی کل و ادارات های آن در سطح ولایت ها را به زبان پشتو یعنی لوی ریاست نظارت و تعقیب فرمانها و احکام تغییر داده است. ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان در زمینه علوم دینی آموزش دیده است و هیچ تجربه در بخش حکومتداری و امور نظامی ندارد، اما در ماه‌های اخیر تلاش زیاد برای اعمال نفوذ بیشتر در ارتش طالبان و بخش‌های غیر نظامی انجام داده است. رهبر طالبان افراد نزدیک به خود را با والی‌های ولایت‌های مهم و پردرآمد یعنی قندهار، هرات و ولایت بلخ گماشته است و این روند همچنان ادامه دارد. سرادالدین حقانی وزیر داخلی طالبان، ملا یعقوب وزیر دفاع، عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان و شمار دیگر از مقامهای طالبان در ماهای اخیر به طور غیر مستقیم از عملکرد ملا هیبت الله مبنی بر صدور فرمانهای معتدل در خصوص اعمال محدودیت بر آزادی شهروندان و ناسازگاری برای تعامل با کشورهای غربی انتقاد کرده بودند. پس از این انتقادها، رهبر طالبان به فکر اداری بیشتر بر بخش‌های غیر نظامی و نظامی شد. به نظر می رسد که رهبر طالبان از احتمال کودتای رهبران قدرتمند نظامی این گروه علیه خودش هراس دارد و تلاش می کنند تا با ایجاد یک نیروی نظامی قوی و ثروتمند مانع عملی شدن این سناریو شود و بتواند از لحاظ قدرت نظامی با سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، ملا یعقوب وزیر دفاع، صدر ابراهیم معاون وزارت داخلی طالبان و شماری دیگر رقابت کند. با گذشت هر روز از حکومتداری طالبان، اختلاف میان رهبران این گروه برای دستیابی به قدرت و ثروت آشکارتر می شود.
انفجار نارنجک 4 جنگجوی طالب را در سمنگان کشته و زخمی کرد. منابع محلی در سمنگان گفتند که در پی انفجار یک نارنجک در این ولایت 2 جنگجوی طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پیش از 6 روز پنجشنبه 3 حمل در داخل ریاست استخبارات طالبان در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان رخ داده است. چگونگی انفجار این نارنجک معلوم نیست، اما منابع در ولایت سمنگان ادعا می کنند که پیش از وقوع این انفجار اعضای طالبان با یکدیگر مشاجره لفظی داشتند. منابع محلی گفتند که 2 تن از زخمیان رویداد روز گذشته به شفاخانه ولایتی سمنگان منتقل شدند. مسئولان محلی طالبان در مورد این رویداد چیزی نمی گویند. آغاز برنامه جدید و وحشتناک دیگر طالبان در سرتاسر افغانستان. طالبان زندانیان دستبسته را میکشند. اعلام میکنند داعش را کشتیم. کمک 1.5 ساله امریکا 8 میلیارد دلار. امریکا از اگست سال 2021 تا جنوری سال 2023 بیش از 8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. گزارش سیگار. طالبان حداقل 100 میلیون دلار در سال 2022 برای کشتن داعش دریافت کرده است. رزاق مامون، تحلیلگر مسائل سیاسی. متقی، طالبان دست تعامل خود را به سوی جهان دراز می کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان با نوشتن مقاله‌ای گفته که این گروه آماده است تا با در نظر گرفتن منافع مشترک بار دیگر دست تعامل مثبت خود را به سوی جهان دراز کند. در مقاله میخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان که روز پنجشنبه 3 حمل در پایگاه خبری الجزیره نشر شده آمده است که آنان معتقد به گفتگو و تبادل نظر هستند، اما این اقدام باید از هر دو طرف انجام شود. او از جامعه جهانی خواسته است تا استقلال افغانستان را حرمت کند، زیرا حساسیت های دینی و فرهنگی افغانستان بروی کرد محتاطانه نیاز دارد. به گفته سرپرست وزارت خارجه طالبان، هر دولتی که نسبت به اساسیت ها تعادل مثبت را حفظ نکرده باشد در نهایت با مشکل های جدی مواجه شده است. بایدن، افغانستان با بحران بشری روبرو است. رئیس جمهور امریکا پس از فرار نیروهای کشورش و متحدان غربی از افغانستان اعلام کرد که مردم این کشور با بحران شدید بشری روبرو اند. و گزارش سپوتنیک، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مردم افغانستان با یک بحران بشری شدید روبرو اند. بایدن در مراسم به مناسبت آغاز سال 14-2 از مبارزه شهروندان افغانستان در شرایط کنونی استقبال میکند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.